با مجموعه خبری ساعت ده با من یماسیاوش خوش آمدید سرخط خبرها معمای کابینه و پایان صبر نمایندگان به اختلاف های پشت پرده مجلس نمایندگان هشدار میداد اگر در اعلام کابینه بیش از این تاخیر شود مردم دست به اعتراضات خواهند زد جناب اشرف غنی که دکترای خود از پانتون آدم شناسی گرفته چطور که تا حال نتانستم متاسفانه بدبختانه که از سی میلیون نفوس افغانستان 20 نفره به کابینه معرفی کنه بودجه رد شده و دست رد مجلس به سینه وزارت مالیه مجلس نمایندگان بودجه سال 94 را رد کرد به استثنای سه کارت به اکثریت قاطی بودجه رد شد از اتهام حمایت پاکستان از طالبان تا دست همکاری مشترک با پاکستان افغانستان و پاکستان بر هدف قرار دادن طالبان در مرزهای دو کشور توافق کردند ہماری ٹیریٹری کو استعمال کر اگر, اگر از خاک ما در برابر افغانستان و برای فعالیت های حراس افغانانه در این کشور کار گرفته شود ما در برابر این گروه ها سخت اقدام خواهیم حراس افغانان بیماری سرطان برای پاکستان نخست وزیر پاکستان حراس افغانی را در این کشور بیماری سرطان بنام خدا و شب شما بخیر مجلس نمایندگان هشدار میدهد که تأخیر در اعلام نامزد وزیران کابینه فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر می سازد. مجلس نمایندگان هشدار میداد اگر این تأخیر ادامه یابد مردم ناگزیر خواهند شد تا دست به اعتراضات بزنند شماری از نمایندگان گویند رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از سوی تیکداران قومی محاصره شدند. وده های پای همه رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای معرفی نامزد وزیران مجلس نمایندگان را خشمگین ساخته است این مجلس هشدار می‌دهد که مردم از این وضع به سطو آمدن و ادامه تأخیر در معرفی نامزد وزیران زیان‌های اقتصادی امنیتی و نیز بیبندوباری ها را به میان خواهد آورد هر دو عالی جناب در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد به عنوان رئیس جمهور و رئیس اجراییه مردم افغانستان را به گروگان نگیره هرچی آجل در ارتباط به مسالی اولیای کشور احترام به قانون اساسی و سایر قوان نافذه کشور کاندید وزاره را به معرفی بگیره که ما از وزارت خانه گرفته تاست ولایات افغانستان به سرپرستی به سر میبریم در این میان شمار از نمایندگان هشدار می‌دهند که تلاش‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتر در قدرت سیاستگران را کور ساخته است و از همین رو مردمان کشور در گونه از دلخورگی به سر می‌برند. ناب هشرف غنی که دکترای خود از پانتون آدم شناسی گرفته چطور تو که تا حال متاسفانه بدبختانه که از سی میلیون نفوس افغانستان 20 نفر به کابینه معرفی کنه این چه قسم پانتون آدم شناسی خوانده این بسیار جالب است بر من و اگر از خارجم وارد میکنه اگر از خارجم وزیر وارد میکنه چطور که تا واردات از این نرسیده امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دوش در گروگان یک تعداد باجگیرا و تکدارای قومی است بحث سکتور امنیتی نباید دیگه من حیث یک کمپنی تجارتی باشه متاسفانه امروز سکتور امنیتی افغانستان به دلیل بودیجه زیاده که داره به دلیل قوت نظامی زیاده که داره از 13 سال به این طرف تقسیمات شده بین دو گروه با باور این نمایندگان بزرگترین پشتبانان حکومت ها مردم هستند اما اگر مردم اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست دهند احتمال دارد که حکومت با چالش های جدی روبرو شود هر قدری که وضعیت با تاخیر روبرو میشه اعتماد مردم از بین میره و این بزرگترین ضربه را متوجه دولت وحدت ملی میسازد آیا ترس از سندیکای زور و قدرت است یا کارتل مافیا و غاصبین ثروت که اینا را نمیگذاره با اراده مردم احترام بگذارند در حالی که مقام های حکومت وحدت ملی بارها وعده کردند که کابینه تازه را پس از 45 روز معرفی خواهند کرد اما تا کنون از این کابینه خبر نیست بشیر احمد تیان جزو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در زمینه با ما هستن خیلی خوش آمدین آقای تیان چی چرا کابینه اعلام نمیشه 87 روز گذشت بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام خدمت شما سلام باشم همکارای شما مجمع بینندگان عزیز همونطوری که شما در جریان هستین بحث تعیین تا... تا... و معرفی کابینه به جرگی افغانستان یکی از موضوعات داغ و موضوعات جدی بین دو تیم است که در حال زنی برای معرفی حضای جدید کابینه هستند یعنی اینطور نیست که این در دست فراموشیش سپرده شده باشد در این حال مجلس نمایندگان هم که مشروعیت را برای کابینه میته برای وزرا رأی اعتماد میته اما تلاش خود را برای تسریع پروسه آغاز کرده شما در جریان بحث های ولیسی جرگه در هفته های آخر و روزهای آخر شاید بودید Uh, امروز د ولسی جرگه افغانستان دو تا بحث یا دو تا نگرانی مطرح بود یکی از ی کی به تعویق افتادن معرفی کابینه ک تعداد وکیل صاحبها به حساب طولانی شدن روند شاکی بودند به دلیل از اینکه ما در ادارات مرکزی و ایدای اولی در وزارت خانه ها سرپرستار داریم در ولایت سرپرستار داریم می در واقع در ارزی خدمات رسانی بر مردم بر امنیت بر اقتصاد بر سایر موضوعات اجتماعی صحت معارف هر مشکلاتی را به بار آورده در این حال با وجودی که مردم افغانستان در سه ماه انتظار معرفی کابینه جدید را میکشند این انتظاری زمانی قابل قبول برای مردم افغانستان و زمانی توجیه پذیر خواهد بود که افراد شایسته، افراد با تحواد و با تخصص برای گرفتن رای اعتماد به ولیسی جرگی افغانستان خب معرفی شد شما گفتین شاید. که در حال هستند چانزنی بر سر چی و بر سر کی؟ خب یقینا شما می فهمین که شریک کردن تمام جریان ها تمام طرفین، تمام در واقع افکاری که در افغانستان است شخصیت هایی که در افغانستان است زیر یک چتر و مختصر کردن از در یک به حساب کابینه به تعداد 20 کار بس مشکل است شما تایید اون که امروز در مجلس مطرح شد که رئیس جمهور و رئیس اجرایی از سوی تیکداران قومی محاصره شدن؟ ما چنین به حساب موضوع را تعریف نمی کنیم برعکس رئیس جمهور افغانستان مسئولانه فکر میکنه که برای ولیسی جرگ افغانستان کابینه را پیشکش بکنه یا بر مردم افغانستان کابینه را پیشکش بکنه این سخنان اونجا... کنایه آمیز را هم شنیدین در مورد آقای اشرف غنی که خب حتی اگر همون افراد را میخواست پیدا بکنه که تا حالا سراغشان را پیدا میکرد یقینا ببینین یک مختار کارا یعنی در حال نهایی شدن است ما مثلا چه کاری چه کاری مثلا ما امی لازه که با شما صحبت میکنیم ساعت پیش تقریبا یک و نیم دو ساعت پیش ما در خدمت رئیس جمهور بودیم اونا اطمینان دادن که زودتر کابینه معرفی شده یعنی احتمالا تا ده روز آینده یا اگه هفته ده روز آینده معرفی میشه و اینا هم کردن که نگرانی مردم درک و درک میکنم ما وزرای را معرفی بر مردم افغانستان کردم که از هر حیث در واقع اینا توانمندی نیست... کار را نداشت... ها مطرح میکنن که یک اختلاف پنهانی و درونی در این حکومت وجود داره هر کس سهم خودش را و بر سر تقسیم کرسی ها عملا نبرد و جنگ جریان داره این دلیل است و رهبران هم این شامت را ندارن تا بر مردم واضح بگویند که بله اختلاف وجود داره خب نمیشه این کار و میان پنهان کاری میکنن که اختلافی نیست و کابینه مردم را در انتظار گذاشتن اختلاف یا مثلا در بینشان بحث های صورت گرفته ما هیچ وقتی را تعریف جنگ و نبرد نمی کنیم یا طبیعتا و قایدتا بحث ها هر چقدر تند و جدی بوده باشه شاید ما کابینی پخته تر و درستتر تر در آینده داشته باشیم بس جناب رئیس جمهور ولی اما بایدنی بایدنی جنگ بر سر قدرت است آقای تیان چگونه میتونه یک کابینی پخته از دل این نبرت های قدرت بیرون بیاید بحث اساسی که امروز خیلی به حساب معرفی کابینر یک مقدار به چالش در واقع مواجه کرده تقسیم کردن وزارت های امنیتی و یا نظامی بین دو تا تیم است که خود ازی در ذات خود در آینده میتونه خیلی مشکل ساز بر افغانستان باشه بس است که ما کسایی را برای این وزارت ها معرفی کنیم که حداقل اینا استقلالیت عمل داشته باشند در واقع بی‌طرفی خود را یفس <applause> کرده بتوانند در یک به حساب نهادهای مهم و کلیدی افغانستان گماش نمیشن نشک فردا با اینمی اختلافات سیاسی که در بین دو تا تیم است نشه باز منجر به اختلافات خدای ناخواسته امنیتی و نظامی بوده باشه از این حیث ما ترجیح میدیم که یک مختار اگر باز هم کابینه به تعویق میفته اما کسایی که در وزارت های دفاع داخل امنیت ملی عهده مسئولیت میشن با در نظر داشت منفعت کلی افغان افغانستان نه اینکه منفعت یک تیم را ترجیح بدن منفعت یک قوم یک ولی زمانی را ترج... که این کابینه را از روز نخست این گونه تقسیم کردن که 50 درصد به یک دسته و 50 درصد به دستی دیگر برسه زیاد هم انتظار نمیره که کارها به اون شکل اساسیش انجام شود خب هر کس کار خودش را خواهد کرد ظاهر قضیه امی است که بر مردم گفته شده که 50 50 تقسیم میشه ولی مشکل اساسی است که بزرگ مثلا در رأس اداره هستند مثلا رئیس های جمهور رئیس های زیادتر بر کیفیت و شایستگی و تخصص و تعهد بر مردم و افغانستان این تعهد دادن اینطور هم نمیشه که ما هر چیکی از بین دو تا دو نصف کنیم و کیفیت و سریت و کارآمد آینده از اینا را در جامعه افغانستان و را مد نظر نداشته باشیم بنابراین ما طولانی شدن کابینه را یعنی با بحثایی که در بین دو تا تیم جریان داره ما به سلام و خیر مردم افغانستان می‌بینیم خود شما بیشتر با... گفتین آقای تیانچ که مشکل اصلی بر سر این است که نهادهای امنیتی کی گماشته شود با این نهادها <applause> یقینا ببینید بحث اساسی است که کی گماشته شود اگر این موضوع 50 50 این تقسیم خب قدرت هم است اگر بس بس 50 می بود وقت گپ تمام شده بود اینا اتو آیا در حال حاضر رخ... تقسیم شدند نه. نه تقسیم نشده خب اختلاف دارم اینجا اختلاف, اختلاف است اختلاف است در سر تقسیم شدن اختلاف است ولی سر کسایی که موره ها و چیرایی که معرفی میشن که در واقع اینا فردا مسئولیت وزارت دفاع وزارت داخله امنیت ملی وزارت خارجه وزارت مالیه جاهایی است که فردا شما تصور بکنین یکی از تی، تی، مثلا تیم تعاون و تدام وزارت دفاع را داشته باشه او منفعت وزارت منفعت تیم خود را مد نظر بگیره منفعت آدرسی که او را به کابینه معرفی کرده مد نظر بگیره باز منافع مردم افغانستان و منافع خب نگرانی و عمده این, است؟ ن... این حکومت در ابتدا داره چنین کارهایی را میکنه شما پیشتر گفتین که در دیدار با آقای غنی امشب ایشان گفتند که احتمالا تا ده روز دیگر کابینه معرفی شود اما مجلس یک سنگ بزرگ را برداشته و گفته که تا شنبه اگر اعلام نشد تصمیم میگیره چه میکنند در مجلس کنم که نظری که در مجلس عمومی اسوی رئیس مجلس گفته شد یک مختار با اونمو دیدگاه های وکیل صاحبها توافق نداشت یعنی وکیل صاحبها علاقمندی یا در واقع موافقی موضوع نبودند که و یا اوشدار برای حکومت برای ما... صادر شود برای های مجلس این حرف جدی نیست که افغانستان وزیر نداره افغانستان وزیر نداره وز... موضوع جدی است ولی رئیس مجلس زمانی که ولسی جرگه افغانستان یک یک نشان میکشه که باید معرفی شوه در حالی که اردو تیم به توافق نرسن این در واقع یک تشنج یک تنش یک رویارویی را رو ایجاد میکنه بنابراین ما با مطالعه دقیق اوزا موزیگیری و لیسیجرگر به اونمو ولی رئیس مجلس که اون تصمیمگیری مجلس را میکنه و این تصمیم هم اعلام شده آه، یک مختار ممون نارضایتی وکیل کل انتقاد و کل بالای رئیس مجلس همین بود که این, این موضوع در واقع نظر کل اعضای ولسی جرگه نبود که از سوی مجلس رئیس مجلس اینوان شده بود پس نظر مجلس چی است؟ نظر مجلس این است که با وجودی که ما نگران هستیم بر تعویق افتادن کابینه ولی دی درست دارد در کابینه که کارا بوده باشه و کابینه که خدا این خود از این درست که حالا گذشته آقای تینگ ببینیم جای از که کابینه مشکل مردم افغانستان را حل بکنه خودش خدا این ما مایه مشکل برای آینده افغانستان بوده باشه توجیه پذیری نداره بنابراین هنوز ما وقت داریم و با وجودی که اینمیم این سرپرستی پس شما این اولتیماتوم مجلس را ما فکر کنم که التماتم مجلس در واقع امروز شکستانده شد یک هفته وقت از روز شنبه تا پنج شنبه وقت پوره شد ولی دو تیم هنوز آماده نیست بنابراین التماتم مجلس نمایندگان خود به خود منتفی است خب حالا باید رئیس مجلس این حرفا را شنیده باشه و تصمیم بگیرند نمایندگان البت مجلس البته. تا شنبه چه خواهند کرد سپاس از شما بشیر احمد تیانج عضو مجلس نمایندگان نخست وزیر پاکستان میگوید اگر از خاک پاکستان در برابر افغانستان کار گرفته شود اسلام آباد با چنین رویداد برخورد جدی خواهد کرد نواز شریف میگوید که افغانستان نیز اجازه نخواهد داد تا از خاکش در برابر پاکستان کار گرفته شود این در حالی است که افغانستان پاکستان و آیسف بر اماهنگی در عملیات در برابر طالبان در مرزهای دو کشور توافق کردند نخست وزیر پاکستان دار می دهد که پس از این اسلام آباد با کسانی که از خاک پاکستان در برابر افغانستان کار بگیرند برخورد جدی خواهد کرد. استعمال اگر از خاک ما در برابر افغانستان و برای فعالیت های حراس, فعالیت های حراس در این کشور کار گرفته شود ما در برابر این گروه ها سخت اقدام خواهیم به همین دونه اگر فعالیت های حراس در برابر خاک ما از افغانستان ترخیزی شود افغانستان نیز با عاملان این گونه فعالیت ها برخورد جدی خواهد کرد در همین حال فرمانده کل نیروهای آیسف در این نشست سی جانبه از گفتگوهای مثبت افغانستان و پاکستان ستایش می کند و امیدوار است که این توافق های تازه یک بنیاد پایدار امنیتی برای گسترش صلح و سعادت باشد چیزی که هر دو کشور به آن نیاز دارند مردم افغانستان از 13 سال به این طرف آرزو داشتند و هنوز امید دارند که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان بگونه که ما صادقانه مبارزه کردیم قربانی دادیم در برابر تروریسم اونا هم صادقانه کار بکنن و و این فرصت برای ترورستان نتن که فضای امن داشته باشند مراکز آموزشی داشته باشند این در حالی است که یک فرمانده پلیس کشور که در خط اول جنگ بوده است میگوید که هر افغانان از آن سوی مرز از نزدیک پاسگاه های نیروهای پاکستانی و نیروهای امنیتی افغان حمله می کنند. پیش از این افغانستان و پاکستان یکدیگر را به اجازه دادن به شورشیان برای عبور از مرزها و انجام عمله ها در دو کشور متهم می کردند. در قسمت صداقت آزموده را آزمودن خطا است. من شخصا با پاکستان هیچ باور ندارم و ایران ما یک مانور سیاسی می گفته می شود که در بیشتر بخش های مرزی افغانستان و پاکستان نیروهای امنیتی حضور ندارند و از رفت آمد حراسفگنان از این بخش و به ویژه از فعالیت های طالبان از نزدیک پوزگاه های نظامیان پاکستانی همواره انتقاد شده است. مجلس نمایندگان بودجه سال مالی 1394 را به علت نبود توازن، افزایش بودجه به گونه مبهم در کودهای احتیاط و اختصاص پول اندک برای ظرفیت سیازی در امنیت ملی رد کرد. مجلس نمایندگان از وزارت مالیه می خواهد تا بودجه را اصلاح کند و دوباره به مجلس بفرستد کسایی که برد بودجه نظر دارن کارت سرخ مجلس نمایندگان طرح بودجه سال مالی 1394 اجری خورشیدی را پس از حدود یک ماه بررسی به روز چهارشنبه رد کرد به استثنای سه کارت به اکثریت قاطی بودجه رد شد تشکر کاهش 24 درصدی در, در بودجه توسعه، کاهش 12 درصدی در, در بودجه پروژه های زیربنایی، افزایش بودجه در کودهای احتیاط به گونه مبهم، بیرون کشیدن 443 پروژه ملی نیمه تمام از طرح بودجه، اختصاص یافتن بودجه توسعه به گونه غیر متوازن برای ولایت های کمتر توسعه یافته، دقیق نبودن ارقام درآمدهای داخلی، نبود پروژه های توسعی تازه در سال آینده و اندک بودن بودجه توسعی برای ریاست عمومی امنیتی ملی از علتهای اصلی رد طرح بودجه گفته می شوند. به همین گونه اختصاص یافتن پول اندک برای دانشجویان در بیرون از کشور در نظر نگرفتن پول ها برای شمار از شرکت هایی که پروژه ها را در سال های گذشته عملی کردند و دولت از این شرکت ها بدهکار است نبود بودجه لازم برای کاهش ناداری در نظر گرفتن پول ناچیز برای بازسازی جاده های کابل افزایش پول اندک در بخش آموزش و پرورش و کسر بیش از 4 میلیارد افغانی در بودجه نیس از علت‌های دیگر گفته شده است اروند ولایتونو پاستازیتوب خبرې وکړي او د چلوورنویو د دې ویش غیر متوازن دي او دا کار د اساسی قانون د حکومت خلاف عمل دی بودجه باید ولایتونو ترمنځ په عدالتانه او متوازن توګه اختصاص شي مجموعی بودجه سال 1394 هجری خورشیدی 458 میلیارد و 751 میلیون افغانی است که از این میان 275 میلیارد و 749 میلیون افغانی بودجه عادی و 183 میلیارد و 2 میلیون افغانی بودجه توسعی در نظر گرفته شده است. از سوی هم مجلس نمایندگان از وزارت مالیه می خواهد که چگونگی و اندازه بودجه نهادهای تازه ایجاد شده مانند ریاست اجرایه شورای اقتصادی و نمایندگی ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را روشن بسازد آموزش فراهمسازی ساز و برگ نظامی و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان از مهمترین هدفهای مأموریت تازه ناتو در افغانستان هستند در حالی که تا یک هفته دیگر مأموریت نظامی ناتو در افغانستان به پایان میرسد معاون فرمانده آیسف مأموریت جنگی ناتو را برگشت ناپذیر میداند و میگوید که با آغاز سال نو میلادی صفحه تازه در روابط کابل و ناتو باز خواهد شد عملی نشدن بسیاری از وعده های حکومت وحدت ملی افغانستان را از ره گذر امنیتی، اقتصادی و سیاسی با دشواری های زیادی روبرو ساخته است آگاهان میگویند که پیامت های عملی نشدن این وعده ها باورهای مردم را به حکومت کمرنگ ساختند نزدیک به 400 کودک زیر 5 سال در ولایت هلمند به علت تهدیدهای طالبان از واکسن پولیو بازماندند. مقام های هلمند میگویند که به تازگی طالبان در برخی از بخش این ولایت اجازه ندادند تا واکسیناتوران کودکان زیر 5 سال را واکسین پولیو کنند. تا لحظات دیگر سرنگون ساختن هواپیمای آمریکایی از سوی گروه دولت اسلامی هم خوش آمده انفجار در شهر کویت پاکستان دست کم 36 تن را زخمی ساخت مقام های امنیتی کویت گفتند که مواد انفجاری در یک موتر سایکل در نزدیکی یک فروشگاه جاسازی شده بود و افزون بر زخمی شدن 36 تن خسارات زیاد مالی را نیز به بار آورده است منابع بهداشتی در این شهر گفتند که وضعیت صحی برخی از زخمی های این رویداد وخیم است در این حال نخست وزیر پاکستان حراس افغانی را در این کشور همانند بیماری سرطان خطرناک می داند. نواز شریف که امروز در نشست با حضور تمامی رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان سخن می گفت می گوید که حراس افغانی همانند بیماری سرطان است و اگر درمان نشود پاکستان را نابود خواهد کرد. گروه دولت اسلامی یک جنگنده اطلاف جهانی را بر رهبری آمریکا در سوریه سرنگون کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که این جنگنده در شمال سوریه با یک موشک ضد هواپیما سرنگون ساخته شده و خلبان آن نیز از سوی گروه دولت اسلامی زنده گرفتار شده است گفته می شود خلبان این هواپیما از کشور اردن است تا لحظات دیگر وعده خلافی وزارت تجارت در کاهش بهای نفت هم خوش آمدید و وزارت تجارت و صنایع تا هنوز به وعدش در باره کاهش بهای تیل تیل دیزل و پترول عمل نکرده است مسئولان این وزارت هفته گذشته گفتند که بهای هر لیتر دیزل و پترول را از 44 افغانی تا 48 افغانی تعیین می کنند اما هنوز هم هر لیتر دیزل 49 افغانی و هر لیتر پترول 53 افغانی فروخته می شوند شماری از باشندگان پایتخت با اشاره به کاهش بیشتر از 50 درصدی بهای نفت در بازارهای جهانی حکومت را در نظارت از بهای این مواد به بیپروایی متهم می کنند. و نگاهی دیگر به چند خبر. مجلس نمایندگان هشدار میدهد اگر در اعلام کابینه بیش از این تأخیر شود مردم دست به اعتراضات خواهند زد. افغانستان و پاکستان بر هدف قرار دادن طالبان در مرزهای دو کشور توافق کرد. و نخست وزیر پاکستان حراس افغانی را در این کشور بیماری سرطان خواهد سپاسگزارم از همراهی شما شب بر همه خوش